به خبر خوش آمدید در این برنامه شهروندان تشنه به صلح افغانستان و روند شکننده صلح با طالبان رئیس جمهور غنی میگوید که جامعه جهانی چهل سال است که مردم افغانستان را از صلح محروم نگه داشته است. صلح پایدار در افغانستان بر اساس نظام جمهوری اسلامی افغانستان ممکن است و بحث و همین نظام است که تروریسم بین ملدی شخصا نخواد داد در افغانستان و این روسی است در همین حال نخست وزیر بریتانیا گفته است که این کشور از جنگ حکومت افغانستان در برابر طالبان پشتبانی می کند. به نام خدا و درود بر شما رئیس جمهور غنی با نگرانی از ادامه خشونت ها در کشور جامعه جهانی را انتقاد می کند که مردم افغانستان را از صلح محروم نگه داشته است رئیس جمهور در مراسم گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی دفاعی کشور می گوید که جنگ کنونی از سوی طالبان تلاش برای رسیدن به قدرت است اما تنها راه رسیدن به قدرت انتخابات است در همین حال معاون وزارت دفاعی ملی بار دیگر از آمادگی های نظامی برای رویارویی احتمالی با طالبان سخن می گوید اما چرا محرومیت افغانان را از صلح پایانی نیست و افغانستان برای تأمین صلح در کشور از جامعه جهانی چی می خواهد برای بحث بیشتر در این باره آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان افغانستان و آقای لطیف محمود رئیس مرکز رسانه های حکومت اینجا در استودیو با ما هستند خیلی خوش آمدید بشتر مهمانان به برنامه آقای محمود با شما آغاز بکنیم چرا فکر میکنید که جامعه جهانی افغانستان را از سال محروم داشته آن هم چهل سال پیاپی سلام به شما آقای امینی خدمت بشتر. وکیل سب معظم بیننده های گران ارج شما و درود میفرستم بر روح شهدای رای آزادی افغانستان که پدر ما هم یکی از سربازان این وطن بود که در این خطه به خاطر دفاع از این کشور به شهادت رسید آقای امینی من در دو محور کوتاه خدمت شما رسیدم محور اولی که افغانستان در جنوب آسیا از منظر جیوپلوتیک، جیوکنومیک و جیوکلچر یک نقطه عطف نه تنها برای خود بل بر کشورهای منطقه و جهان است. پس از نیمه دوم صده بیست در واقع ما شاهد کش های در سطح منطقه و جهان هستیم پیش از او هم بودیم ولی در منطقه که ما به سر میبریم برخی از کشورهایی که دایی اجمونیک و سلطجویی داشتن اینا با توجه به مو روی های که خودشان داشتن و منافعشان را تعریف میکرد در حقیقت این ورتر افغانستان را به ورته فرصت نه بلکه با چالش در برخی از موارد نگاه بود ولی انتظار ما از جامعه جهانی امینی سیب ای است که افغانستان ورته بحران و چالش نه بلکه افغانستان دهلیز منطقه است دهلیز فرصت هاست افغانستان چارای منطقه است و اما طور که منشور ملل متحد در اولین مقصد خود تعمیل سل را یکی از اصلای اساسی میداند توقع ما جامعه جهانی این است که به اساس حکم ماده اول منشور ملل متحد سل را برای افغانستان در اولویت تعریف کنند تر جامعه جهانی چی کاری میتونه بکنه برای تامین صلح در افغانستان آقای محمود و چی باید میکرد که بله. شما میگین انجام نداده ببینید افغانستان بله. یک کشور است که بخواهید نخواهید در جنوب آسیا در یک نقطه قرار داره که برخی از کشورها تضاد منافعی داره در این نقطه تلاش ما به عنوان یک کشور مستقل و یکی از تابعان نظام بین الملل این است که ما در واقع ما بستر تعامل با کشورها باشیم بستر درست. امکاری باشیم ولی این کش قوس ها با گاه باعث شده که تضاد منافع و کش قوس های کشورها که متاسفانه وضعیت چنین شکل بیره که رئیس جمهور افغانستان امروز به اشاره داشتن درست تشکر آقای ناصری فکر می کنید بجاست که در چهل سال بحران افغانستان جامعه جهانی را مقصر بدانیم بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب عالی هم کاران محترم تکنیکی و همتون برادر عزیز ما جناب آقای لطیفی محمود و تمام بینندگان محترم شبکه من در قدم اول از سمیم قلب روز ملی سرباز را که در تقویم افغانستان گنجانده شده با تمام وجود خود و با شراشر وجود خود برای هر یک از سربازان عزیز درست در هر کجا ه هستن تبريك عرز میکنم و بروان پاک تمام شهدا اردو ملي پوليس ملي امنيت ملي و بقيه شهداي عزيز که در سرقو کچه و سركار و دكانانو امثال ظالق شربت شهادت نوشيدن اور درود مفرستم و در اين زمینه خب توجيه ه براي ان صحبت وجود دارهوبرتع همطوری جناب آقای محمود بیان کردن افغانستان در این حد اقلش دو دهه اخیر یک گامی اساسی و مثبت را نسبت به عنوان یک عضو آبرومند جامعه جهانی برداشت بله. تمام ارزش های انسانی همانطور که در قانون اساسی افغانستان مطرح شده و به اصطلاح نظام بر پایه از با حفظ احکام دین مقدس اسلام و قران و اسلام دارش. شریعت به با اصلاح باو یعتقاد باورمندی را حجاب کرده ولی یک واقعیت است که وقتی که جامعه جهانی میگیم تمام کشورهای که در چارچوب سازمان ملل متحد اونجا بعد از جنگ جهانی دوم پیوسته وظیفیت دارن خب دلیلی توجیه کننده ای بیان رئیس جمهوری افغانستان است که با کمال تاسف اینمی اعضای جامعه جهانی یک تعدادشون بالفیل در کشور افغانستان مداخله بیشرمانه نظامی داره و هر روز از ملت مسلمان افغانستان قربانی میگره پس بنابر این در بحث سازمان ملل وقتی نشست های سالانه صورت میگره این مشخص ای کشورهایی که به اصلاح اینجا مداخله داره لازم نیست که ما شما نام مشخصه بلکه باید به جامعه جهانی انصافا از مدید انسانیت فشار بیاره که شما چرا در امور داخلی کشور مداخله درست است افغانستان داره در آتش می سوزه چهل سال بیشتر و کمتر میشه خب نیاز نبوده که دادخواهی از درون خانه باید بلند میشد آیا ما تانستیم جامعه جهانی را قناعت بدیم که کشورها مداخله میکنن آشکار اینجا مردم قربانی میشن و حقوق بشر نقص میشه اینا درسته در این بخشم ما میخوایم یادآوری بکنم از این طرف ما روز ملی سرباز تبریک میکنه بله اما این بسنده نمیکنه او عبارت عزیز کی نظام حکومت در مجموع دولت به اصطلاح هر کدام در بخش لایحه وظایف خود باید از خون سرباز حمایت کنه که با کمال تاسف میتانم با حرمت به همه مسئولین ما به خون سرباز احترام نگذاشتیم به این معنا سرباز در میدان جنگ شهید میشه به عنوان مثال همی صحبت غلام اکرم همی دو روز پیش بود که ما و شما از کنر شنیدیم سیت تا بچه به خاطر دفاعی از این وطن شربت شهادت نشده مادر عزتمند دی دیگر ما از جلال از قوم عزتمند پشتون ما و وقتی که ما صحبتش گوش کردم از رسانه شما و عبارت این بود که گفت سه تا بچه ما شهید شده هر روزش یکی پس از دیگری آمده بچه دومی سومی تا نوبت به چهارم رسیده و هر روزش صحبت میکنه میگه بسیار دل میل ارزه که خدایی نخواسته یک بار دیگر به اصلاح مرگ و شهادتی فرزند چهارمی به گوش ما برسه پس بنابراین افغانستان چقدر واقعا خون به آت تقدم کرد اینالی می میاییم سر زی قضیه حکومت در قبال خونی سرباز خود کرده قاتلای سرباز کجایه؟ شما مگر شنیدین کسی محاکمه شاید این مملکت؟ و این نمیگه به کسی جرات هم نمیتونه بکنه از این جهت است که باید حکومت محترم اول از خونی سرباد دفاع بکنه و بعد با یک اجماع ملی اینایی که پشت میز میشنه در این شبان روز ما و شما بله. شاید به او بس برسیم اعضای بله. محترمی که تحت عنوان شورای عالی مصالحه نشسته هر کدامشان تری چوکی ها میشنن ولی با کمال تصف هر کدامشان تخنگویان یکی از کشورهای خارجه اینا باید بلخه چرا به خونی سرباز احترام نمیگذاره این... بگذارین که این... گبار این خیانت هست اگر گبار این... و... ما و ما خیانت است اگر چونین یک نفر و مسئولیتش هم قبول میکنم و هست. هیچ یکی از اینا که آمده سنگ نفاق دامن میزنه به نام قوم به نام سم به نام حزب به نام یزو به نام یزو ما و شما گوش میکنیم هیچ یک از فرزندانشان در جبهه مقاومت و دفاع از خاک و ناموس افغانستان شهید سپاس نشد سپاسگزار سپاس آقای محمود سوال بسیار اساسی است ای که چقدر دفاع شده از خون سربازهای ما شما از قربانی که افغانستان داده و هنوز داره میته خب اینجا یک حکومت است مسئولیت داره جامعه جهانی را باید حداقل کار خانگی ما را انجام میدادیم که اونا متوجه میشدن یا شدن و فکر میکنین بی‌پروا هستند آقای امینی پدیدی تروریسم به مسابقه یک تهدید بین‌المللی مطرح است. افغانستان متاسفانه میگین یا هر طوری که شما فکر میکنین در خط اول مبارزه با تروریسم است ما نه تنها که از خطه به نام افغانستان سیانت میکنیم بل از منطقه و جهان نیز حمایت میکنیم فرزندان صدیق این کشور که من خودم یکی از خانواده های قربانی هستم به خاطر دفاع از نوامیس و ارزش هایی که من و شما و وکیل سبیج بهش معتقد هستیم به خاطر اون ارزش ها در واقع به شهادت رسیدن آقای دشمن افغانستان یک دشمن واقعا اه، 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 یک دشمن خیلی تکاندنده و خیلی دشمن جدی است اصلا به انسانیت به آموزه های دین به شرافت به ارزش های انسانی و حقوق بشری باور نداره دشمنه که در مسجد انفجار دشمنه که سرک را انفجار میده دشمنه که ملا و معلم را هدف قرار دشمنه که شما دور از شما باشه جورنالستا را همسال شما را هدف قرار میده پس نگاهش نگاه انسانی نیست دایش دایه اسلامی و انسانی نیست ما با این پدیده های شوم و ننگین تاریخ روبرو هستیم ولی دایه ما حمایت از افغانستان است حمایت از ارز و نامیس افغانستان است ما دست هر سرباز که در هر کجای افغانستان از ناموس و حاکمیت ملی دفاع میکنه دستش میبوسم و به شان احترام میذارم ولی هم سرباز از سیاستگران و از سیاسیون انتظار دارن که به گفته آقای ناصری ازشان دفاع شوه و قدردانی شوه از قربانی هایشان آقای محمود سوالی است که چقدر ما تانستیم این می پرونده روی دست گرفته از تریبیون های جهانی صدا بلند بکنیم جهان را باید قناعت میدادیم که یاد در کنار ما امروز استاده می بودن که متاسفانه خب. اجماع منطقی ام... و جهانی را می بینیم تا چی اندازه شکننده بله. است در باره افغانستان تای شش سال پش... پسین رئیس جمهور افغانستان هم که امروز در صحبتهایشان اشاره فرمودن بیشتر از 100 بار با نیروهای امنیتی افغانستان دیده با خانواده‌های شهدا مکالمه تلفنی داشته در می هفته که گذشت با چندین بازمانده از شهدای افغانستان های تلفنی داشتن در درست. موارد زیاد به اشتراکی شده در, در جهان موارد... بله در جهان هر روز ما صدا بلند میکنیم که صلح حق مردم افغانستان است هر روز به توریستا میگیم که خشونت و جنگ راه حل نیست پر هزینه ترین جنگ جهان جنگ دوم جهانی جهان بود که میلیون ها انسان و تاسیسات را از بین برد در نهایت ما شاید یک سال شدیم جنگ رای حل نیست ما هر روز از این تریبیون و از هر تریبیون دیگه میگیم که صلح می خواهیم صلح حق مردم افغانستان است و این حق را نباید لگت مال کرد سپاسگزار آقای ناصری از خب پیشتر گفتین از آنچه که به قول شما در میزی شورای مساله میگذره که امیدوار هستیم چون این چیزی که شما میگین نباشه بسیار کشنده و مرگبار میتونه باشه به با یک ملت که حالا از آدرس کشورهای دیگه صدا اگر بلند بکنن ولی نقش خود افغان ها چقدر برجسته بوده در امی بحران چهل ساله که ما داریم آیا باید جهان را مقصر بدانیم یا نه خیر با تیشه دیگران خودمان بر ریشه خود هم کوبیدیم و داریم میکوبیم اگر چیزی که شما میگین درست باشه ما به یاد صحبت یکی از دانشمندان دنیا میافتیم بله. اونا صحبت میکنه میگه در کشورهای آسیایی اگر بنا شود که به اصطلاح کشور شاباچا در قلم اول خانه خراب میشه و اگر بخوای به اصطلاح خانه خود آباد بکنه واسه باید در قلم اول کشور خراب بکنه بله. این خصلت است ولی بله که ما دارای تمدن فرهنگ امثال زالیک بودیم تاریخی که فرزند میگیم چی و اینا نمیپیوندیم صحبت ما سر همین قضیه است اگر واقعا منافع ملی و مشترک افغانستان مورد مونا، مورد قبول هست که همه همین گبه هم میزنانی و کسی که مورد اختلاف هم قرار میده نظریات اختلاف انگیز هم میزنه و میگه نه ما بر مبنای منافع ملی افغانستان گب میزنیم و منافع ملی افغانستان چیه مردم چطور میقایه چرا سر تحقق پیدا نمیکنه کسایی که در همین میز هستن باز میای نقد میکنن خب برادر شما نشستین چپنلا در سر شانتان عینکا در چشمتان باز که نشستین پشت میز صحبت ها مثل کور صحبت میکنین مثل از این که همدیگر رو نمیبینین یک غیر از اینه که بالاخره ما داریم به عنوان یک اسپای و یک جاسوس برای یک مملکت و کشور خارج داریم بر منافی از اونها گپ میزنیم این دیگه قابل انکار نیست از این جهت است که با کمال تصم مردمی افغانستان مردمی با عزت هیچ گونه مشکلی نداشته و ندارن و آنچه که مشکل ایجاد کرده و تانوز نشده که افغانستان از خون مقدس سربازایش دفاع بکنه و بله. عبارت از که متاسفانه داریم به اسلام که جنگ تحمیل علی مردم افغانستان یک جنگ نبایتی نیابتی است و استخباراتی است و با کمال تاسف سران هم وابستگی به کشورهای خارج داره اگر بنا شبه که مستدل و مستند صحبت بکنیم همین بله. مسافرت هایی که در پاکستان صورت میگره. رانسیاسیون میره در صورتی که اینه شما یک حکومت دارین و در زیر لواظ حکومتهم نشستین و در انتخاباتم رفتین چه در ولسی جرگه چه در شورای ولایتی بچهای تانه کاندید کردی و خودتان در انتخابات شرکت کردین چرا بالاخره ای مشکل با این مشکله حل نمیکنن بیاین که ب... بدون پرده گپ بزنی فقط خدا را در نظر بگیری بالا. بالاخره منافع ملی نمیر ایجاب میکنه روز سرباز انمر ایاب میکنه خون سربازممتسفانهنه برا که میرن ببین این رفتن با حفظ موجودیت یک حکومت انجه یک نظام وی که نمایندگی میکنه نمایندگی مشروع ما تام با مخالف که چه، اما بیاین چارچوب اخلاقی و حقوقی قضیه را بسنجین سری به رئیس یک حیث میره حالا معلوم نیست که حیث چقدر موقعیت داره در انتخابات رفته شکست خوردن بچیشان کسی رای نداده خودشان هم بالاخره فعلا منزوی هستن اینا دای از غیر از که بالاخره بر به خاطر منافع خانواده که خود من نماینده مردم هر فکری میزنم با مسئولیت حرف میزنم سپاسگزار آقای محمود خوب اگر این گونه باشه درون نظام پر از جاسوس هاست و پر از کسایی که از درون دارن میخورن و ریشه های نظام را سست و لرزان میسازن چرا از درون آغاز نکنیم تا ای که دیگران را مقصر بدانیم خب زیبایی یک نظام کسرتگرا و یک نظام که در اراده شهروندان مطرح است امین است که هر کس حق داره از هر تریبیون صحبت بکنه ناصری سبب به عنوان نماینده مردم حق داره نظرات خود ابراز اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل یکی از تابعان نظام بین الملل در حقیقت نمایندگی از ملت افغانستان هم در سطح کشور هم در منطقه و جهان میکنه هر آن سفری که در واقع در او عیعت حکومت افغانستان میره موقف رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را با کشورها شریک میسازه و برخی از سفرهایی که سیاسیون منظور پای ناصری است که سیاسیون, برخی برخی است که, سیاسیون برخی که میرن با کشورها بله ما وزارت خارجه جمهوری اسلامی یکی از وزارت های مهم وزارت خارجه افغانستان است برخی از سفرها در مانگی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد تسهیلات در درست. گفتمان صلح نیامد ولی اون که دارن میگن از حکایت از موجودیت ستون پنجمه ها داره که سالهای سال است از این مسئله حرف زده میشه ولی هیچگاهی از پاکسازیش سخن به میان نیامده اگر این, این گونه باشه خب فکر نمی کنم که به یک نتیجه برسیم به این زودی حتی اگر خارجی ها هم صلح توفه بیارن در درون بله. افغانستان باور من است که بله. پدیده صلح و جنگ به توفه آوردن میشه با تامین حق به وجود می دیپلماسی در واقع چارچوب است که ما را به طرف سل نزدیک میکنه در, در نهایتش سل یا گفتمان سل مبتنی است بر تأمین حقوق شهروندان افغانستان و در واقع ستونای اصلیش ارزش است که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده از بحث های استخباراتی و اینایی که مطرح کردین جناب وکیل سیب مطرح کرد اون نیاز به بحث های داره که محکمه باید در مورد او کسایی استخبارات که استخبارات داریم سالهای سال وقت صحبت میشه آقای محمود باید بله. شناسایی هم شوان اگر هستند درست؟ قطعا استخبارات افغانستان نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان در واقع پیوسته تلاش کرده که در, در, در لایه های مختلف افغانستان تامین امنیت بکنه و بحث های کشفی خواهد داشته باش بیشتر از این ما به خاطر بحث نمیکنیم ما نمی که قضاوت بکنیم که کی جاسوس است یا کی جاسوس نیست او بحث است که در واقع برآمده از احکام محاکم است نه قضاوت است سپاسگزار آقای ناصری موقف های تازه کشورهای منطقه و جهان درباره افغانستان فکر میکنین و مشخص در برابر طالبان پاکستان تا گفته که طالب با زور ممکن نیست بیاید کابل را بگیره روسیه گفته که امارات اسلامی برگشتش قابل قبول نیست بریتانیا گفته که خب از جنگ کابل حمایت میکنه در برابر طالب چی معناست آیا فکر میکنین زمان فشار بر طالب فرا رسیده بدون تردید بازم برمیگردیم به یکی روز ملی سرباز است جدا دست سربازای مدافع افغانستان عزت و ناموس ها باید زیارت کرد و بوسید چون در طول یک سال و اندیس که تمام مسئولیت های دفاعی و به اصلاح خاگریزه های دفاعی از عزت و شرف افغانستان به سربازان افغانستان واگذار شده بال. و تمام کشورها به با این باور رسیده اند و برکت همین فداکاری ها که دیگر طالباز رای جنگ نمیتانه به شمول پاکستان و میگه که ما حمایت نمی کنیم که او کابل بگیره نه با ادیتور گفت که اینجا سربازا آماده هستند و مردم افغانستان دفاع پاکستان نمیتونه کابل دیگه تسخیر بکنه و خودشان هم اعتراف داره که در گذشته ها اشتباهاتی مرتکب شده که فرزند در اون زمانی که طالبا به زور اصله آمد کابل تسخیر کرد و افغانستان را گرفتن و برایشان یک تجربه بسیار خوبی به اسرا بجا جا گذاشتن که فعلا را او باور کنار گذاشته در این قسمت است که خب این یک دستاورد کلان است برای سرباز افغانستان برای جنگاوران افغانستان و در نهایت برای خانوادههایی که قربانی داده در سرتاسر سر افغانستان مم. و برای در مجموع و کسی که در زیر پرچم نظام نشسته صحبت میکنه و خون داده و مبارزه کره رسن و هم چیز قبول میکنه خب این مسلمه ک یک پیامد پیامد خوب است اما بل. ای بسنده نمیکنه و عبارت عزیز که از این زمینه باید حکومت محترم افغانستان به عنوان نمایندگی از مردم افغانستان استفاده بهینه بکنه متوجه شدین در این قسمت است که میخوایم یک گبی دیگر اضافه بکنم عبارت عزیز موضوع کسرتگرایی به این معنا نیست آه. که یک کسی علیه نظام اقدام بکنه کسی که آمده با نظام صلح کرده کرای خانش هم نظام میته و تمام مردم کافر میکشه پس بنابراین معنای کسرتگرایی است در صورتی که شما اینجا در رأس یک نظام هستین و حکومتی اینجا وجود داره که به اصطلاح مطابق با, با قانون اساسی خب بیاین از حاکمیت ملی دفاع بکنیم بیادر این چی که بس واقعا مگر هم نمیشنوین همی کار بود که گبه کسی نشنیدن از اینجا هست که ما به خاطر است که بالاخره گب نزنیم و گب ما گب مسئول مسئولانه از رقم نیست که خدا نخواست ما میخواییم با ایساس با, 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 با این مبنا با احساسات گب نزنیم که سرباز خون میده از این وطن دفاع میکنه اما کسی دیگر که آمده با پول ملت اینجا با می حکومت که او کافر میگه با امی حکومتی که او فرزند میگه حمایت از نظام و از حکومت و از سردمداران فاسد کسی که بیا عالمش قالمی نمیدونم یهودا نصارایه های همین منطق منطق انسانی و اسلامی است بگذارین بپرسیم از آقای محمود شنیدین شما اشاره آقای ناصری به سخنان آقای گلبدین حکمت یار است ببینین مراجع در افغانستان مشخص است که کدام مرجع صلاحیت فتوا داره و کیها برایش هیچ چیز جز یک کلپ دادن و یک نشست خبری دیگر چیزی نمانده متاسفانه اما کتاب از به نام غروب بوتها حتما شما دیدین برخی از صحبت هایی که بی مبناس بی اساس است و حکایت از روی کرده های قرون استایی و روی کردهای سیاه داره او امروز در جامعه که خرد جمعی و آگاهی در واقع امروز یعنی تعیین میکنه تعیین میکنه, دوستان میکنه. دوستان اصلا محمود. او مبنا نداره و اساس نداره و یک صحبت کاملا میانتهی است از این قابل اقدام نیست از طرف عرض میکنم خدمت شما مراجعی که در این خصوص تعیین تکلیف میکنه مشخص یک, نق یک نقطه دیگرام در قسمت قدرت که اشاره شد اینجا و برخی از کشورها در رابطه به حکومت صحبت کردن آمین. قدرت در نظام دموکراتیک یا گردش قدرت تنها با ری شهروند صورت میگیره در چارچوب قانون اساسی هر نوع نگاهی که یا... فراتر از قانون باشه محمود فرصت بيمباس. نداریم موقف های کشورهای منطقه و جهان چی را نشان میده آیا حکومت افغانستان دیگر از زیر تیغ امریکا و جهانیان بیرون شده حال گذاشته این تیغ بر گلوی طالب اقدامات عملی حکومت افغانستان در امر صلح باعث شد که گفتمان صلح افغانستان و دایه بر حق صلح افغانستان به کرسی بشینه درست. ما حق هستیم س. هر آن دایه که مبنای شرعی و حقوقی نداشته باشه از طرف ما از هم برد شد و از طرف شما آقای محمود و آقای ناصری در برنامه و از شماهایی که ما را دنبال کردید وقتتان بخیر